درود بیریم برای ورزشای امروز ظهرمون. خب میتونید دیشب کلی داشتم کار میکردم، دیر خوابیدم، صبح بلند شدم کلی کارامو کردم انجام دادم، بعد دارم الان ورزش هم میکنم. برای اینکه عادت بکنیم یک کاری رو هر روز انجام بدیم، باید اون کار رو هر روز انجام بدیم. اولش خود سخته ولی بعدا عادت میکنیم. برای ورزش کردن یادمون باشه، من یادم باشه اون حرکتی که برای کف دست گفتم که به این صورت حالت اهل و بلنگی انجامش میدید، روزی 5 بار انجام بدید و با ملایمت که فشار زیادی بهش نهید، ولی فقط این قوس اینجا انجام میشه که اگر آرتروز انگشت داریم، انگشتامون کج و کوله شده، یه خورده و کم کم صاف بشه و یا نظریم کج بشه. شکممتون رو بدین تو، شکمم بودم تو، کف بدن رو ببندین و تا میتونین خودمون رو میکشیم بالا. 1 2 3 وقتی میکشم بالا زانوام محکم نگه داشتم، بدنم رو میکشم. این کشش رو باید توی ستون فقرات پشتتون حس کنید. 5 6 7 8 9 ببین دستم میکشم دو طرف، میام بالا میکشم. یعنی الان که همین 10 تا حرکت ساده رو انجام دادم، ماهیچه‌های پشت پهلو این قسمت داره درد میگیره، یه دردی که مال ورزشه، یعنی یه دردی که دارم حس میکنم که این ماهیچه ها رو دارم میکشم بالا. انگشتام رو حس میکنم که داره کشیده میشه به طرف بیرون، اینا رو میکشم. بازوم، گردنم، کتفم، همه ماهیچه هاش توی یه چنین حرکت کششی همه در حرکتم. حالا شکم میدید تو، کف لگن رو میبندید، صاف وای میسید، شکم میاد بیرون به خاطر اینکه شکم بزرگ میشه، به خاطر اینکه زیاد میشینیم، بد میشینیم، زیاد یه چیزایی، هر کس به یه چیزی که میخوره، یه نفر به برنج خوردن، یه نفر به نون خوردن، یه نفر به آب خوردن، هر کسی به یک صورت بدنش میتونه حزم را انجام بده و روی قسمت‌های مختلف بدن تاثیر بگذاره. ولی اینکه کسی بگه که من نمیخورم و چاق میشم، این امکان نداره. چون که اگر، یعنی واقعا امکان نداره کسی نخوره و چاق بشه. هر کسی یه چیزی میخوره که چاق بشه، که شکمش بزرگ بشه. دستتون رو بکشید عقب. همینطور که دست رو کشید عقب، خودتون رو بکشید بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حالا دست رو بیارید بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دست جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 البته برا بر میبرم بالا، میگم 1، میام پایین میگم 2. ببینید پامو بلند میکنم، میارم بالا، خودم رو میکشم. این ورزش برای حفظ تعادل من هم هست. حالا 1 2 3 وقتی میبرید بالا میکشید پشت، شکمتون زیر شکم کشیده میشه. 4 5 6 7 8 9 10 سعی کنید هر تمرین رو با کشش انجام بدید. انگشتای دست رو بکشید بالا، شکم رو بدید تو، کف لگن رو ببندید و سعی کنید صاف وایسید. اگر که دستتون، بازوتون، این قسمت به لاله گوشتون بخوره، یعنی دستتون رو تقریبا صاف گرفتید بالا. پس به این ترتیب میتونید دست رو ببرید عقب ولی بدن رو عقب نمیبرید. بعد دو تا دست رو میکشید پایین. حالا دوباره دست رو بالا کنید، بلند بکشید،
بکشید بکشید، خودتونم بکشید بالا، بکشید. حالا دست رو میارید پایین، یک دو سه چهار پنج. یک، متوجه میشی زانومو میگیرم و بعد بل میکنم؟ ببینید، دو سه چهار پنج پنج. حالا یه جوری بیشتر یه جوری حرکت دادم شما متوجه میشید، ولی باید همطور که صاف کف پا زمین هست زانو رو بگیرید و بل کنید، بگیرید و بعد بلش کنید. انگوشای دستتون رو موقع ورزش کردن باهاش بازی کنید، ورزش بدید. انگوشا رو به سر کنید، به طرف بیرون بکشید. کم کم یاد میگیرید که این حرکت ها رو انجام بدید. چون ما فقط ورزش نمی کنیم که مثلا آرنجمون رو اینطوری خم کنیم، مچمون رو اینطوری خم کنیم. باید وقتی که میخوام دستم رو خم بکنم، این به این صورت اینو بکشم و خمش کنم. وقتی میکشم حس میکنم، وقتی میام بالا فشار میاره به بازوی من، فشار میاره به این قسمت ساق دستم، بعد دستم رو اینطوری باهاش بازی میکنم. حرکت هایی رو که انجام میدیم کششی انجام میدیم، به خاطر اینکه میخوایم که ماهیچه های ما حرکت بکنن. حالا دوباره دست رو ببرید عقب، یک دو سه چهار پنج. شکم بدید تو کساب بایستید، یک دو سه چهار پنج، 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 یک دو سه چهار پنج. حالا یک دو شروع به چرخونید، سه چهار پنج. سعی کنید دست رو، حواستون به حرکت دست باشه. سعی کنید اگر میخواید بچرخونیدش توی هر حالتی بیاد جلو بره عقب، این کشش رو حس کنید، ماهیچه هاتون رو حرکت بدید. فقط اینطوری نباشه شون رو بخواید حرکت بدید، نه، شون رو نباید الکی حرکت بدید. بعد بدن رو صاف نگه دارید، سینه رو بدید جلو، کتفتون رو بدید عقب، شونه ها رو بدید عقب و بعد به این صورت انجام بدید. وقتی که بخواید حالا یه حرکت اینطوری هم رو دستتون ایجاد کنید، دست ها رو بکشید، انگشت ها رو بکشید، دست رو به طرف پشت بکشید. حالا میریم برای حرکت بعدی. حرکت بعدی من میگم میخوام ورزشم تو چند قسمت کنم. یه قسمت یواش میکنیم، یه قسمت تندتر میکنیم، بعد میریم روی دوشک، یه خورده آرومتر، یه خورده تندتر و بعد تمامش میکنیم. حالا چند تا حرکت رو یه خورده سریعتر انجام میدیم. همین حرکت هایی رو که انجام دادید رو میتونیم سریع انجام بدیم. به این ترتیب که شکم میدید تو، کف لگن رو ببندید، صاف وایسید، حواستون به طرز قرار دادن شست پاتون روی زمین باشه. شست رو به طرف داخل میگذارید، یه ذره فشار میدید، پنجه پا رو به طرف بیرون. این کمک میکنه که بر انگشت های پاتون یه خود باز بشه که تمام طول روز توی کفش هستش. حالا میان به این صورت، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. به همین ترتیب با سرعت هم زانو رو میگیریم و بلش میکنیم، دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه، 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 بکش، یک دو سه، یک دو سه. حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. میام خودم میکشم بالا عقب، بالا عقب، گردنم، کتفم، ریم، همه حرکت میکنیم. روزی 20 بار باید نشست و برخاستمون رو انجام بدیم. حالا دست رو بالا میکنیم، یک دو، کمر رو نمیبرید عقب، دست رو میبرید عقب، سه چهار پنج
نوع دیگه میشینی. دست رو دراز بکنید، شکم بده تو، کف لگن رو ببندید. حالا بشینید باشید. یک، تا هر جا که میتونید بشینید. اگر میتونید تا اینجا خمشید، تا اینجا خمشید. یه ذره فقط توی یه حالت خودتون رو نگه دارید، بلندشید، پاشید و 10 بار رو انجام بدید. میتونید همین حالت به این صورت انجام بدید. سعی کنید فشار بیشتر روی کف پای شما بیاد تا زانویشون. 3 4 5 6 ما الان حرکت تعادلمونه، حرکت ورزش شکممونه، برای زانومونه و دستتون رو خوب بکشید، درست بکشید. سعی کنید وقتی وای میسین صاف وایسین و این 10 تا که انجام بدید. با اون 10 تا دیگه شد 20 تا. حالا شکم میدین تو، کف لگن رو میبندین، شون به طرف بالا و پشت. حالا بدن رو به دو طرف میکنه، خم میکنه. 1، بدن رو خم میکنه، شون رو نمیارید فقط پایین. 3 4 5 6 7. وقتی میخواید بلند شید، بکشید، بلند شید بالا، بکشید، بیاید باز بالا. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وقتی این کار رو درست انجام بدید، میبینید که به دوتا پهلوتون فشار میاد. وقتی که این سمت میشید جمع میشه، اینطوری کشیده میشه. حالا خودم میکشم به طرف بیرون، میارم بالا، میام این سمت. حالا برعکس این بر کشیده میشه و این بر بهش فشار میاد و جمع میشه. درست همین حالت موقعی که ما داریم برای زانو، برای شکممون ورزش میکنیم. دست رو که اینطوری میگیریم میارید بالا. وقتی میارید این شکم اینجا جمع شده، فشار میاد به این قسمت کشیده میشه و این قسمت فشار جمع میشه، شکم جمع میشه، بعد میرید بالا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. میتونید یکی در میونم انجام بدید، نه اینکه یک زر فقط برای یک قسمت 10 تا بدید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هر چقدر که ما ورزش بکنیم، هیچ ورزشی جای پیاده روی رو نمیگیره. شما میتونید اصلا ورزش صبحتون رو 10 دقیقه بکنید، یک ورزش های بکنید، فقط یه چند دست مثلا 10 دقیقه کشش های مختلف، حرکت های مختلف بدنتون رو انجام بدید، ولی روزی 1 ساعت پیاده روی تند داشته باشید. روزی 1 ساعت پیاده روی تندی که داشته باشید، میبینید که شکم شما رو چقدر سریع کوچیک میکنه، چقدر به اگر قند خون داشته باشید، چربی داشته باشید، روی همه چیز تاثیر گذاره. پیاده روی بیشتر از ورزش میتونه روتون تاثیر بگذاره و ولی ورزش خودش کارهای دیگر رو انجام میده، به خاطر اینکه ما حرکتهایی رو که توی ورزش انجام میدیم، حرکتهایی که نیستش که ما موقع پیاده روی که نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم. من بعض اوقات که پیاده روی میکنم، ما بده تو هم 1 ساعت پیاده روی حرکت های ورزشی من انجام میدم، یا اولش یا آخرش یا وسطش چند تا حرکت انجام میدم. ولی مهمه که وقتی 1 ساعت میخواییم راه بریم، 1 ساعت رو راه بریم، اونم بعد اول یواش، بعد تندش میکنید، بعد یواش میکنید و بعد تموم میکنید. پس این حرکت های ورزشی رو برای شکمتون که انجام میدید، اینها در اصل یک نوع حرکت های تعادلی هم هست. ما حفظ تعادلمون رو هم تمرین میکنیم. حالا دستتون رو بگذارید رو به دیوار. من شنا رو نمیتونم روی زمین برم، برام سخته، فشار روی مچم میاد و نمیتونم. البته یه چیزی خریدم باهاش تمرین میکنم ببینم به چه صورته. دستتون رو بذارید روی دیوار و فشار میدید. 1 2. وقتی این حرکت رو انجام میدی،
کمک میکنه که اگر قوزم داشته باشید صاف بشه. اینجا اگر برامندگی دارید درست بشه، به شرط اینکه خودتون رو صاف بکشید بالا برشکم و مواظب باشید که گردنتون هم به چه صورت قرار بگیره. دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا میریم، چقدر امروز گفتم، حالا حرکت بعدیمون ورزش روی دوشک هست. برای روی دوشک که اولش هم تذکر دادم، این حرکت رو با ملایمت به صورتی که با دستتون انجام میدید و بعد میاید پنجه های پاتون هم روش رو فشار میدید، پنج بار که انجام بدید کفایت میکنه، ولی پنج باری که درست انجام بدید باید که این بر حرکت های انگشتمون رو درست هم. وقتی که دست رو میچرخونید میخواید بیاد روی بند، بند انگشتتون برعکس بچرخه، انگشت کوچیکتون هم یادتون باشه شستتون انگشتتونه دونه و بعد انگشت کوچیکم یادتون باشه که باید برعکس بچرخه و بعد بیاد به طرف بالا. بس بریز یک دو میام عقب، میام خودم میکشم بالا، میام جلو. سه پنجه های پام، انگشت های پام رو زمین فشار میدم. این چهار پنج شش. حالا میتونید اینم خوابیدم انجام بدید، یعنی مثل اون دفعه هم بهتون گفتم حرکت دیگه اینه که شما دو تا دست رو که میذارید این دو طرف خودم که میشید روی آرنج و بعد روی مچ و میاد جلو. این کمک میکنه بیشتر روی شکمتون هم فشار میارید و ورزش شکمتون رو دستتونه، انگشتای دستتونه، انگشتای پاتونه و ماهیچه پاتونه که میگیرید. حالا دست رو بگیرید بالا بکشید. یک دو سه چهار پنج شیش. به زیر شکم فشار میاد بالا. هشت نو ده. این حرکت رو اگر بتونید 30 بار انجام بدید واقعا خیلی خوب. یادتون باشه موقع ورزش کردن تا اونجا که امکان داره باید که پشت کمرمون گود نباشه، یعنی حتما سعی کنید که کمر رو به زمین بچسبونید. کمر روی زمین قرار میگیره، وقتی کمر روی زمین قرار میگیره و بلند بشید هم ستون فقرات بهتر کشیده میشه، هم به زیر شکم شما بیشتر فشار میاد. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. به زیر شکم به فشار میاد، شکم جمع میشه، ستون فقرات کشیده میشه. اگر که مشکل کمر دارید و یا احتمالا کمرتون رو عمل کردی، این ورزش هایی که به کمر فشار میاره رو با دکترتون حتما در میون بگذارید. دستتون رو بگذارید به تو طرف، انگشتتون رو روی زمین قرار بدید. حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت ده یازده نوزده چهارده پونزده شونزده. بگشید تو بندازید بیرون. هشتده نوزده بیست. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. یادتون باشه کمرتون تا اونجا که امکان داره روی زمین قرار بده. البته به مرور ورزش که میکنید کمرتون صاف میشه و روی زمین قرار میگیره، ولی خودتون هم کمک کنید که زودتر این اتفاق بیفته. وقتی که میبینید دو تا حرکت میخواید ورزش، وقتی من میگم شکمتون رو بدید تو، این کشیده وقتی شکم رو میدید تو باعث میشه که کمر
به روی زمین فشار بیاره. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. حالا دست بگیرید بالا، بدن رو بکشید، دست رو بکشید. یک، دو، سه، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، چهارده، پانزده، شانزده، هجده، نوزده، بیست. میبینید کمر من روی زمین قرار میگیره به خاطر اینکه دارم زیاد ورزش کنم. شما به مرور همین اتفاق براتون میفته. تا حالا تذکر نداده بودم، یه نفر به من گفت که چرا یادآوری نمیکنید. حالا که دارم یادآوری میکنم میبینم که خودم بیشتر اوقات کمرم روی زمین قرار میگیره و شما هم باید سعی کنید این اتفاق بیفته. اول همین حرکتی که من دارم با اینجوری هست دارم خستگی رو در از در میکنم که حرکت بعدی رو بکنم. دارم باز ورزشم هم میکنم چون شکمم رو دادم تو، کف لگن رو بستم. اگر بواسیر دارید حتما مقعدتون رو موقع ورزش کردن سر کنید، ببندید، جمعش کنید و بدید تو. اینا همه بهتون کمک میکنه که ماهیچه های قسمت های بدنتون رو شما قوی کنید. و بعد وقتی پامو گرفتم بالا، دارم پامو به طرف بالا میکشم و باید که ما حتما توی ورزش های صبحمون یه حالت های ورزشی داشته باشیم که حداقل 5 دقیقه پاهامون به صورت به این صورت قرار بگیره و ورزش کنیم، به جز اینکه 20 دقیقه شبا پامون رو میذاریم بالا. حالا قوزک پا رو به هم بزنیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 بودشون زفیف در 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6 سعی کنیم یه خنده هم رو صورتمون بیارید. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 حالا دو چرخه بزنید. وقتی دو چرخه بزنید این پا رو میکشید و میارید روی شکم ضربه میزنید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 حالا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 باز کمرم روی زمینه، پا داره بدن رو بلند میکنه به طرف بیرون و این بهترین ورزش برای حالتیه که همه بدن داره کشش میکشیده میشه، به خصوص ستون فقرات هم داره کشیده میشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 بکشید خودتون رو، بکشید. حالا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 همه این ورزش هایی که داریم میکنیم برای شکم. حالا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 حالا دوباره 1, 2, 3, 4, 5, 6 این ورزش برای تعادل شما هم هست، برای کشیدن همه ماهیچه های قسمت های بدن و شکمتونه و ستون فقرات. حالا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 پشت زانو رو ماساژ بدید، مشت پا رو بچرخونید.
ساق رو ماساژ بدید و زانو رو. زانو جزء حرکتاییه که هر روز باید ورزش که بیدید، چه شب که پاتون رو به دیوار بیزارید یا چه جای بلند قرار بیدید و چه توی هر موقع روز که ورزش میکنید، باید سر فرصت اولا شما چند دقیقه برای ماساژ پاتون، ساق پاتون به خصوص پشت زانوتون بذارید. زانوها رو خیلی خوب ماساژ بدید. ماساژی که برای زانو میدید کمک میکنه که انگشتای دستتون هم قوی بشه، شکم هم در تمام مدت بدید تو و سعی کنید که حتما کمرتون با زمین در ارتباط باشه، چسبیده باشه. حالا زانو رو فشار میدید تو. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، مجددا پا رو بذارید زمین، به این صورت باز بکنید، ده تای دیگه شکم پا رو به دست وسط پا قرار میدیم و برای شکم همون. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. حالا بچرخید، این پا رو صاف بکشید، بدنتون هم صاف قرار بدید. یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج. حواستون باشه پاتون رو زمین نیاد، سعی کنید توی یک مسیر به یک فاصله نگهش دارید. وقتی حواستون رو به حرکت‌های ورزشیتون جذب می‌کنید، کمتر به چیز دیگه این فکر می‌کنید و یک حالت مدیتیشن هم براتون داره این ورزش کردن به این صورت. بدن رو بکشید، پا رو بکشید. یک، دو، سه، چهار، پنج. وقتی میکشم بیرون میام بالا، میکشم بیرون میام پایین. یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج. وقتی حرکت های ورزشی رو درست انجام بدید واقعا ازش لذت میبرید و وقتی که لذت میبرید بیشتر روی اندام های بدنتون هم تاثیر میذاره. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. یک، دو، سه. دستتون رو جوری بگذارید که فشار توی کف دستتون تقسیم بشه وزن بدنتون و فشار فقط روی مچ دستتون نباشه. یک، خودتون رو تا میتونید بدن رو ببرید، سرتون ببرید تو، پشت کمر بیارید بالا. یک، دو، سه. الان این مال ستون فقراته، ریتونه، گردنتونه، شکمتونه،
و این پاها رو شروع به ول نکنید تا ماهیچه ها رو محکم بگیرید. وقتی توی حرکت مختلف هستید ماهیچه ها رو بگیرید و بعد رها کنید. شکمتون رو خوب جمع کنید، بدید توپ، بدید بالا تا اونجا که امکان داره ستون فقرات شما توی حالتهای مختلف باید حرکت داشته باشه. حالا مجددا بخوابید، دست رو بذارید دو طرفتون، ببینید چقدر میتونید به این صورت ما صاف خودمون رو نگه داریم. به این صورت یک دو سه این حرکت ها برای حفظ تعادل باز و تقویت ماهیچه ها. تقویت ماهیچه ها خیلی مهمه. همیشه توی حالت هایی که داریم ورزش میکنیم ماهیچه ها رو بکشیم، محکم نگه داریم، پا رو توی حالت های مختلف، دست رو توی حالت های مختلف حرکت بدیم. اگر میتونید توی همین حالت که خوابیدید دست و پا رو به این صورت یک دو سه چهار پنج سعی میکنم زانوم خم نشین، شیش هفت هشت نو ده. میبینید که توی حالتهای مختلف وقتی بدن رو حرکت میدید تأثیرش رو میبینیم. ماهیچه ها حرکت میکنن و هر کدوم از اعضای بدنتون که ضعیف‌تر باشه شما بهش آگاه میشید و بهتون کمک میکنه که این حرکت ها رو درست‌تر انجام بدید و با آگاهی بدنتون رو حرکت بدید. حالا برای حرکت رو میدونید، برای اینکه بازمون قوی بشه، برای اینکه شلوغ نشه، برای اینکه مهارت های حرکتیمون رو از دست ندیم باید حرکت های مختلف رو باش انجام بدیم. دست رو به این صورت صاف میکنیم، اینجا نگه میداریم، دست میره به طرف پشت، بالا و پشت، و وقتی این دستم رو میذارم میکشم، این دست رو به این صورت میکشم، شکمم هم دادم تو، کف لگنم هم بستم، خودم میکشم بالا، یک دو سه چهار پنج، بعد دستم رو باز میکنم دوباره به این صورت، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. وقتی که دستم رو میذارم اینجا میبرم پشت، این قسمت کشیده میشه، میبرم دوباره میکشم، تمام این قسمت بازو کشیده میشه. در این حال خودم رو سعی میکنم بکشم بالا، بالا نگه دارم و این کمک میکنه تا اونجا که امکان داره بازوی من ماهیچه‌اش به حرکت در بیاد. سعی کنید ماهیچه بازوتون رو کم کم حس کنید، این مهمه برای این حرکتی که انجام میدید. دو تا دستتون رو بذارید که کف دستا رو به هم دیگه نزدیک کنید و بیارید بالا. این باز کمک میکنه برای قفسه سینه شما، قوی شدن ماهیچه ساق دستتون و بازوتون. یک دو سه چهار پنج، ببینید به این صورت. وقتی این حرکت رو انجام میدم این قسمت ماهیچه اینجا کشیده میشه و ماهیچه بازوی من. اینا مهمه، این حرکت هایی رو که انجام میدیم. این حرکت اگه یادتون باشه دبستانم که بودیم انجام میدادیم، حرکت بسیار خوبیه که کمک کنه که صافتر بایستیم و ریه ما فشار لازم بهش بیاد که خوب حرکت کنه. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. وقتی میکشم باز بازومه، دستمه، سینمه و کتفمه، همه اینا در حال حرکت کردنه.
و در تمام این مدت یادم باشه، یادتون باشه، شکممون رو بدیم تو، کف لگن رو ببندیم، خودمون رو بکشیم بالا، حواسمون هم باشه که شستمون، انگشتای دستمون، پامون رو توی چه حالتهایی نگه میداریم و چجوری باهاشون ورزش میکنیم. اینا خیلی مهمه. برای گردنم چند حرکت ساده انجام میدیم. البته در طول مدت ورزش ما حرکت بر گردن هم داشتیم. یک، دو، سه. من به ندرت گردنم به این صورت خم میکنم، ولی همیشه میچرخونم به طرف عقب. اگر هم شد یه ذره فشار بدید اشکال نداره. یک، دو، سه و بعد یک، دو، سه، چهار. یادتون باشه، هی حواستون باشه حتما صاف بایستید، شکم بدید تو، کف لگن رو ببندید و خودتون رو راست نگه دارید و عادت میکنید کم کم به این صورت صاف بیستید. این ورزش های این روز ما بود. تا فردا صبح که با هم ورزش میکنیم و شب که حتما رقصش و ورزش رو داریم. رقصش و ورزش رو من به جای پیاده روی که بیرون انجام باید بدم انجام میدم و کم کم سعی میکنم تایمش رو پیاده روی مون رو بیشتر بکنم، به خاطر اینکه پیاده روی لازمه، واجبه. حتی اگر هیچ زمانی رو برای ورزش کردن نمیگذارید، برای پیاده روی حتما یک روز یک ساعت رو بگذارید. اینکه چقدر توی خونه راه میرید مهم نیست، چقدر سر کار راه میرید مهم نیست، مهم اینه که حتما یک ساعت به طور مداوم بدون اینکه هیچ مکسی توش باشه یک پیاده روی خوب داشته باشید. و پیاده روی خوبه که حتما عرق کنید، ورزش خوبه که بدنتون رو گرم کنه و به عرق بیاندازید. روز و شبتون خوش باشه. در فضای مجازی دادخواهان رو همراهی کنید، نیاز دارن به حمایت من و شما. هر چقدر که لایک و بازدید از سایت اینها بیشتر باشه، اینها بهتر میتونن تو دادگاه ها وایسن. مادران دادخواه رو هم تنها نگذارید. این اتفاقی که برای اینها افتاد، برای اینها افتاد، میتونست برای یکی که ماها بیفته و میتونه باز بیفته اگر که با هم متحد نشید و جلوی این همه ظلم رو نگیرید. روز و شبتون خوش. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما و البته امیدوارم که شما حتما حتما با من ورزش هم کرده باشید.